توی فیلمی که منتشر کرده میگن که نه ما اصلا پول نداریم و الان چیکار کنیم و دکترامون در وضعیت معیشتی بدی دارن به سر میبرن و سلام رفقا، بریم سر این ویدیو رو ببینیم. صحبت‌های بغض‌آلود رئیس بیمارستان هتل بیمارستان لاکچری لوکس یا نمیدونم هر کلمه جایگزین دیگری میخوایم بگین به نام گاندی. به گفته آتش نشانی همین اواخر 5 بار اخطار ناایمن بودن دریافت کرده بود، اما خب وقعی به آن ننهاده و اقدامی برای ایمن شدن بیمارستان نکرده بودند. این بیمارستان انقدر گرونن که تا شما چند میلیون پول ندینم که خب اصلا نمیتونین قدم تو این بیمارستان بگذارید. حالا تو این فیلمی که منتشر کرده میگن که نه ما اصلا پول نداریم و الان چیکار کنیم و دکترامون در وضعیت معیشتی بدی دارن به سر میبرن و بیمارستان خصوصی معمولا پزشکانشون سهامدار آن بیمارستانن. هتل بیمارستان که اصلا درآمدای میلیونی آنچنانی داره، دولت بیاد به ما کمک بکنه. ببخشید دولت چرا باید از بیت المال و از جیب مردم بیاد به یک بیمارستان لوکس خصوصی که اخطارای ایمنی رو هم اهمیتی بهش نداده بیاد کمک بکنه؟ پشبند نام این بیمارستان عبارت لاکچری میاد، زایمان‌های عجیب و غریب با اتاق‌های با قیمت‌های گران بسیار. این بیمارستان رو گرون شنیده بودم، تا حالا من جرئت نکردم پامو تو این بیمارستان بذارم. نه تنها نرفتم و فکرم نکردم که وقت باید برم یا میتونم برم. چرا دولت الان باید بیاد به اینا پول بده؟ سهامداران بیمارستان بیان کمک بکنن و به پرسنلشون به هر حال خیلی هم زمان نخواهد بود درست کردن. بعد چرا شونش مالی دینکش رو برداشت؟ شونش مالی دینکش رو برداشت؟ نفهم، دقت نکردم این دیگه. یه بار دیگه نگاه کنیم. آره. یادش افتاد که اون موقع باید یه ریاکشنی هماهنگ شده بود، انجام نداده. در اون لحظه. این مدل که وای ما بیچاره شدیم و اینا، این همه اختلی که آتش نشانی داده بود گوش میکردیم. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه ما بودیم.